رازها و نیازها. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگری بشنوید، به هولاکوی آرکایو میتوانید سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام، بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. چند تا سوال کوچیک از حضورتون داشتم، مختصر ازتون میپرسم. اول اینکه ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که به قول خودتون آیا ما کالای ازدواج هستیم یا نیستیم، و اینکه به قول معروف نظرهایی که من صحبتهایی که شنیدم که میگن اگر شما تا این سن ازدواج بکنید خب بهتر راحتتر میتونید ازدواج کنید، سنتون بره بالاتر به قول معروف حالا میگن یا تحصیل میشین یا چشماتون باز میشه یا به قول معروف همین صحبت هایی که میکنن دیگه تختر میشه ازدواج کردن. ما چجوری میتونیم اینو متوجه بشیم؟ آیا مقیاسی وجود داره که من آیا کالای ازدواج هستم اصلا، این کارو میتونم انجام بدم یا نمیتونم؟ نه ببینید عزیز، اولا شما اومدید گفتید یه سوال کوچولو دارم، مثل که من بگم چگونه میشه بچه ها رو خوب تربیت کرد. سوال کوچولوه ولی پرسش آنچنان هم جوابش بزرگه هم کجاش کوچیکه قربونه. شما میگید درباره این که آدمی کالای ازدواج هست یا نیست، بعدم تازه رفتی سراغ طرفای دیگرانی که مرتبط به موضوع نبود. ببینید عزیز، کالای ازدواج بودن یعنی من یک شخصیت و ویژگی روانی دارم که برای اون نهاد اجتماعی که اسمش خانواده هست آمادگی ورود رو دارم. این مثل هر چیز دیگری یه حداقلی رو احتیاج داره و بنابراین اگر اون حداقل‌ها در من هست من اون ظرفیت رو دارم. موضوع اولش این است که یک، ما آسیب نخورده باشیم که با ازدواج مسئله پیدا کرده باشیم. دو، آسیب نخورده باشیم که با بچه مسئله پیدا کرده باشیم. چون اگر من آسیبای خورده باشم اصولا با ازدواج مسئله و مشکل دارم و اگر از کودک بودن خودم بدم بیاد معمولا میتونم علاقه به داشتن فرزند نداشته باشم. بنابراین عدم تمایل من به ازدواجی که به دلیل سابقه ذهنی من یه محلی است و مرکزی است برای جنگ و جدال و درش چیزی نیست، و دوم بچگی که بده، اینا یه مسئله است که باید اولا کنار گذاشته بشه. بعد از اون چیزی که اسمش آمادگی است برای یک فرد باید وجود داشته باشه. اولا من قراره در یه زمینه‌ای فرض کنیم به یه بلوغ برسم، دوم آدمی باشم که وظیفه شناس باشم، مسئول باشم، متعهد باشم، بعد از اون به یه مرحله از استقلال و آزادی رسیده باشم، از جانب دیگه به خودکفایی رسیده باشم و آدم نگران و یه مقداری بسته و بلکه از اوقات خسته و شکسته و یا خسیس نباشم. برای اینکه وقتی خسیس به معنی عمومیش هستم در مورد خرج کردن و وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن مسئله دارم. از همه اونا گذشته آماده باشم برای اینکه چیزهای کمی رو بدم و چیزهای بیشتری رو بگیرم. یعنی من آمادگی برای همکاری دارم، نه یه موجود جدا و تنهایی هستم، نه یه موجودی است که میخوام برتری و امتیاز داشته باشم. برای اصلا چگونه ازدواجی میخوام بکنم؟ یه ازدواج نابرابر که مبتنی بر تقسیم کاره که در گذشته بوده،
که جنبه سازمانی داره و نه نهاد یا یه ازدواج امروز. بنابراین موضوع به این سادگی ها نیست که شما هم اشاره کردید. بعدم برای تشخیص این که من مسائل روانی یا مشکل روانی دارم یا ندارم سوال ساده است، ولی یه ذره بحث پیچیده است. بنابراین اون چیزی که ظرفیت آدم هست، فرض بفرمایید فردی هست که اصولا در جهت همکاری با دیگران مسئله داره، یا در حال رقابت یا جنگ، یعنی بین 3 تا 6 سالگی وسط اون 3 تا 30 که ما ازش یکی انتخاب میکنیم که کوپریشن همکاریه یا کمپتیشن رقابت یا کانفلیکت جنگه، دومی و سومی باشه، خب معلومه در ازدواج نمیخوره، معلومه مسئله داره. یا آدمی که به هر حال به دلیل احساس عدم امنیت و نارضایتی و اینکه نگرانه و به زحمت همه چیز رو به دست آورده، حاضر نیست آنچه که داره بازیگری شریک و سهیم بشه و در اختیار دیگری بگذاره. حالا وارد جنبه‌های مقدار عمیق‌تر و سنگین‌ترش مثل ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری نمیشن و آمادگی برای نوعی ایثار، به این معنا که آمادگی و ظرفیت این داشته باشه که وجود خودش رو از طریق کمک به دیگران تجربه کنه، حس کنه، احساس کنه و رشد بده. نه آدمی که فرض کنید معامله گره، همیشه میخواد 10 دلار بده 10 دلار بگیره، یا در این زمینه ترجیح میده 5 دلار بده 10 دلار بگیره، یا آدمی که فرض بفرمایید معتقد همه چیز دروغ است و فریب است و همه اینا بازی است، پس بنابراین ازدواج هم یه بازی مبتنی بر فریب کاری است، و یا فرضش بر این باشه که مثل قماری است که درش حتی اگر ظاهرن هم برده در پایان باخته. اینا ویژگی‌های روانی است. یه جهانبینی خاصی میخواد، یعنی یه فلسفه و جهانبینی و اوتلوکی میخواد، یه نظام باورها و اعتقاداتی میخواد که در زمینهای مختلف چه نظر و عقیده‌ای داره. بعدن یه ظرفیتی برای یاری و همکاری و سوشبل و اجتماعی بودن و شریک و سهیم شدن هر چیزی با دیگران داره. اینا ویژگی است که در برخی از افراد خیلی کم تره، بسیاری بیشتر. به همجاست که من در سیدی مربوط یا دیویدی مربوط به ازدواج و خانواده به 35 تا نکته اشاره میکنم که برخی از اونها آمادگی برای ازدواجه و برخی از اونها ملاک های انتخاب همسره، یعنی یه مجموعه است. و بعدم شما خودتون میتونید نگاه کنید که خب زندگی زناشویی حالا بر اساس دید خودتون یه چنین چیزی است. درست مثل این که به شما میگن که میخوایی مثلا بری تو استخر، حالا ممکن نرفته باشید، یه حدسیاتی میزنید که باید لباسی این چنین پوشید، یه همچی جایی رفت، آمادگی برای یه چنین چیزهایی داشت، و بعد میگید دوست دارم یا دوست ندارم. شما یه زندگی خانوادگی و زناشویی رو دیدید، ممکنه مواردی از چیزهایی رو که در اون هست خیلی بپسندید تو دوست داشت باشید، موضوعایی رو نه. مهم اینه که اونایی که میپسندید یا نمیپسندید چقدر مهم و اساسی هستن که با پسندیدنش شما رو به اون سمت و سو میکشه و قبول نداشتنش احتمالاً شما رو راغب به اون کار نمیکنه. و خیلی چیزای دیگه مطرح هست، یعنی از احتیاج جان با توجه به صحبتی که شما کردین، حالا من بسیاری از این چیزایی که شما لیست کردین رو میبینم تو خودم که وجود داره، یعنی بیشترش وجود داره برای این کار، ولی هنوز با اینکه 38 سال از سنم میره، البته یه مشکلی که بود قبلا به قول معروف مشکلی بود که میگفتن به قول این صحبت شما همیشه آویزه میشه منی که بعد پشت سند می نویسن که بعد از فروش پس گرفته می شود، یعنی من این برام همیشه موزل بود، ولی با توجه که صحبت های شما مدت که گوش میکنم و اینا متوجه شدم که خب چیز سخت نیست، ازدواجی هست، خب طلاقی هم در اون وقت گذاشتن که اگر کار نکرد شما میتونید بیاید بیرون، یعنی این برای من حل شد تا حدود زیادی این قضیه برای من حل شد. ولی با توجه به این که الان که با توجه به دیستی که شما برای من در توضیح دادین گوش کردم، متوجه هم که خیلی از چیزها من خب در خود من وجود داره، ولی هنوز چون مثلا با یه خانمی دوست هستم خیلی رابطه خیلی خوبی داریم ما الان مدتیه و هیچ مسئله حادی ما نداریم، یعنی من چون برنامه شما رو کلا هر روز گوش میکنم و از مشکلات مردم میبینم، خودم مقایسه میکنم میبینم خب تقریبا چیزایی که همه مردم تو رابطه ها دارن و من ندارم و رابطه هم خیلی خوب داره پیش میره. من با توجه به شده دادی خنین من نمیدم در تحقیل وجود خودم اینو آمادگی رو نمیبینم که آیا من میتونم این کار رو ادامه بدم، یعنی میتونم با ایشون ازدواج کنم با اینکه
میگم هیچ مشکل رابطه ای ما نداریم از لحاظ هیچ مورد. نه ببینید عکسشو نگاه کنین، نرید اینجور به من بگید نگرانیتون از چیه که چه اتفاق بدی یا موضوع آزاردهنده نگران کننده ای بیفته، اون چیه؟ من نگرانی کلن نگرانی من راجع به این مسائل فاینانشیاله، چون کار من یه جوریه که درآمد فیکسی ندارم، یعنی بر اساس کامیشن هست و خیلی سالم هست این کار انجام میدم. هیچ گونه البته خب یه چند تا اینوستمنت برای خودم دارم، ولی موضوع اصلی من اینه که من مسئله فاینانشیالی هم یعنی کاملا ستاب نیست، چون حدود 10-15 سال خارج از کشور زندگی میکنم، همش هم کار کردم، هیچ وقت هم دنبال کارهای نمیدونم به حال به قول معروف نه ببینید عزیز نه ببینید یه ذره ذهن پراکنده ای دارید، اینو الان میشه دید. نه یه ذره بمونید رو موضوع. ببینید عزیز، برخی از آدم ها هستن که حقوق مشخصی دارن، اما برخی از اوقات درست ماننده شما هستن، ولی مهم اینه که یک به طور متوسط چقدر در اومد. بله این ماه ممکنه صفر باشه، ماه دیگه 10، ولی مهم اینه که ظرف یک سال، سه سال، پنج سال گذشته بعد در چه بیزینسی هستید، روند رشد این بیزینس چیه، یک شرایط شما با گذشت زمان چی میشه، چند روز عامل تجربه و سابقه موجب افزایش درآمد میشه یا فرقی نمیکنه، از اون گذشته چقدر توانایی رفتن سراغ کار دیگری رو دارید، همه اینا به کنار اصولا در این زمینه چقدر توانایی ها و استعداد و مهارت های ویژه دارید. ببینید اینا رو میشه ارزیابی کرد، معناش این مگر یه کسی هم که جای کار میکنه ممکنه در اون کار بسته بشه، شما میتونید توی مؤسسه بزرگی هم باشید ولی ماجرا رو یه جور دیگه نگاه کنن. ببینید این نشون دهنده یه مقدار نگرانی شماست درباره موضوع مالی. من تو صحبت هم یه اشاره کردم، اون نگرانی برخی از اوقات مانع از این میشه، و بعدم حالا تازه شما اگر شرایطتون رو از اول مشخص کنید، شما که قرار نیست برای کسی دیگه تصمیم گیری، او برمیگردیم که من با این پایین و بالا رفتن حتی کل درآمد تو هم راحتم، به دلایل اینکه اون حداقلی که همیشه هست برای من کفایت میکنه، دو من هم که اینجا در حاشیه فقط فرض کنید که مصرف کننده نیستم، منم یه حتی یه آب باریکه ثابتی برخلاف تو دارم، پس ما اون حداقلی که لازم داریم که باش به هم نریزیم خواهیم داشت، فقط رو اون افزایشه ممکنه پایین و بالا بره. از همه اینا گذشته بقیه دارن زندگی میکنن، اگر یه حد اقلایی باشه که در مارکت و در بازار کار ما قابل ارائه باشه میتونیم زندگی کنیم، با کمی کمتر یا خیلی هم کمتر میتونیم بسازیم، پس این موضوع ما نیست. روی خط باش، بگذار با هم بیشتر بعد از پیام ها صحبت رو ادامه میم. شنگان عشمن بعد از چند پیام با ما. میدونیم که من آشپزیم خوب نیست. پس غذای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردید؟ خوشمزگیش مال کانترتاپ آشپزخونه است. آقای شهرام بروخین، شما چقدر تبلیغ این سنکرستان کرست خودتون رو میکنید؟ تبلیغه؟ کامان، بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگهای تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف ستون کرست در نورس هالیوود. لابد سنگهای ستون کرست باعث ازدواجم میشه. تصور کن منزلی رویایی با سنگهای طبیعی ستون کرست، البته در آشپزخونه، دستشویی ها، فایر پلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن. پس شخصیت خواستگار چی شد؟ منزلی شیک با سنگ‌های کمیاب شخصیت نیست؟ کامان، ستون کرست 818-503-0606 818-503-0606. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثورد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه هر تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دلمار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
مرامی این هفته کابره تهران، چهارشنبه شب شب هالووین کاستوم پارتی با داوود بهبودی. پنجشنبه شب شبی با کامران و دی جی مهران. جمعه با گروه داغ و پر هیجان بلک کات و به همراهی فیروزه و آیدین. شنبه داوود بهبودی، آرمین، کامران و رقص های شرقی. تلفن رزرو و اطلاعات کاباری تهران 985-5800. من فرهنگ هلاکویی پنج روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیمه شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم. رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تجربه بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها. ستارلاین تورز همین یک شنبه 30 دقیقه بعد از ظهر در 6 AM آغاز فصل جدید تورهای 2013 و تور فوق‌العاده نوروزی 1392. 323-785-6700 و 323-785-6701. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. برنامه ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. سلام مجدد آقای. سلام عزیز. ببینید عزیز، شما نه برید سراغ اون موانع. ببینید عزیز، من روزی که شما مورد اولی که من اشاره کردید نشون دهنده یک نگرانی شماست درباره وضع مالی، دو باور شماست که در این زمینه یا باید یه پولی که حداقلش از حداقل عادیه بالاتر داشته باشید و یه تأمین و تضمینی روش باشه، سه اینو تنها مسئولیت خودتون میدونید. خب اینا خیلی نظریات درست نیست، همش غلط. یعنی شما در دنیای امروز اگر به دنبال ازدواج برابر که ازدواج درسته باشید، همه این واقعیات ممکنه برای اتفاقا یه خانمی اصلا یه چالش و چلنج جالبی باشه تا اینکه شما حقوق بگیری باشید با یه درآمد فیکس. و مسئله پایین و بالا رفتنش معلومه، آنچه که اسمش بیزینس هست با خودش این فراز و فرودها رو داره و الا معنی نداشت. از همین رو گذشته هیچ کدوم از اینا که موجب مرگ و نابودی نمیشه که ما به خاطر اون فکر کنیم. بله مسائل مالی مهمه، ولی وقتی که ما یه اصولی یا یه حداقلی رعایت نمی کنیم، از اون گذشته به هر حال در برخی از کشورها قواعد و قوانین طوری است که افراد بالاخره اون حداقل لازم رو برای حفظ خیلی چیزا میتونن داشته باشن یا برای خودشون نگه دارن. اینه که این مورد به نظر من فقط یه بازی ذهنی شماست، یه توهم و تصوراتی است که خیلی از اوقات واقعی نیست. مثلا فرض کنید یه برداشتی دارید که مسئولیت موضوع زندگی مالی با منه. خب این از اون ور متأسفانه هم غلط است، هم خطرش این است که کنترل رو و مالکیت رو شما میخواید نه تنها روی موضوع مالی، حتی رو همسر و بچه‌هاتون داشته باشید. خب اینجا گرفتاری بزرگه که با استراب مربوط به این موضوع میخونه. یعنی شما میتونید یه آدم نگرانی باشید به ویژه از نظر مالی و به خاطر اون نگرانی و وضعیت مالی آدمی باشید به دنبال مالکیت و کنترل، نه همکاری و زندگی. با این مشکلش باید از بین برید، برای که این نه درست است نه مفید. بنابراین همیشه تو این گونه موارد اون حال عادی و معمولی وقتی که نیست، آدم باید ببینه اون اشکالاتی خودش واقعا داره چیه. حالا یکی اشکالات عمومی است که من برای مثلا ازدواج دارم، یکی ازدواج با این آدمه به خصوص است، به همین جد است که این یه مورد. چیز دیگه ای به شما بگم، فرض کنید اصلا یه جایی شما رو بیان استخدام کنن، تو همون مسیر کاریتون یه حقوق تضمین یه قرارداد 30 ساله با شما ببندن. مشکل دیگر شما با این خانومی که باش میرید بیرون یا به هر حال برای ازدواج چیه؟
من مشکل دیگه ای نمیبینم، چون در حالا به اساس صحبت های شما و نظرات که شنیدم، ما 6 ماهی که با هم هست، ماهی که با هم دوست هستیم، تا حالا اگه از شما الان معمولا این سوال شما رو من همچنین ذهنم دارم که میگیم کتاب بدی این آدم چیه، من میگردم بدی پیدا نمیگه، یعنی بدی که بخواد منو اذیت کنه یا حتی کلی بخواد حساب بکنم بدی ندیدم، من که بدیش آزاردهنده باشه برای من یا بر مبنای معیارهای من یا معیارهای عمومی مثلا کلی بر خلاف اونا باشه تا حالا چیزی ندید. خب پس یه ذره قدم رو محکمتر پیش بذاری بریم خواهی چکار کنیم. آفه 6 ماه چیزی نیست که خیلی وقت. ایشون چند سالشونه؟ ایشون همسن منه، ولی خب به مهمه من این مشکله نه، من خودم 38 سالمه، ایشون هم 38 سالشه، ولی خب ایشون ازدواج کرده، طلاق گرفته، یه بچه داره، ولی خب من تا حالا ازدواج نکردم. ایشون بچه شون چند سالشه؟ 18 سالشه. بچه با کی زندگی میکنه؟ بچه با ایشون زندگی میکنه. چه مدتیست ایشون جدا شدن؟ ایشون حتی اول 12 سال بود. خب اینجا حضور اون بچه تنها رابطه شما دو نفر رو که خوبه به عنوان یه رابطه تکمیل نشون نمیده، حضور اون بچه اون بچه دیگه منم راضی به همین بچه بوده. حتی ایشون با من خیلی رابطه خوبی داره، بچه خانم حتی یعنی در حد ما مثل دوست هست یا مثل دختر خواهر من هست، یعنی با اون چشمن، یعنی با هم هیچ با هم بیرون میریم میایم، هیچ مسئله ای نه، اصلا میگم مثل عضو فامیل من به چشم دختر خواهرم ایشون میگم، مثلا تو دختر خواهر من هم سن ایشون. تا دختر پسر نیست؟ بله دختر. خب اون خیلی کار راحت تر میکنه، چون اگر پسر مشکلی در طول این 6 ماه یعنی نه من با ایشون داشتم نه با دختر ایشون داشتم، نتونستم چیزی پیدا کنم. خانواده شما، خانواده شما با این ازدواج احتمالا اگر خبر از رابطه دارن چگونه نگاه میکنن؟ خواهر من فقط در مادر من اینجا زندگی نمی کنه، ایشون ایران زندگی میکنه، ولی خواهر من که اینجا هست و با هم صحبت میکنیم کلا راجع به همه چیز، ایشون میگه هر جوری شما خودت فکر میکنی درسته، من و صلاح اگر دوست دارین اگر هم دیگر مشکل ندارین ایشون هیچ مشکلی نداره. زندگی اقتصادی این خانم از طریق کار خودشون میگذره یا در بله ایشون درآمدش، ایشون زندگیشون میتونم بگم اگر به قول شما درآمد ماهیانه من 1 دلاره، درآمد ماهیانه ایشون میتونم بگم 10 دلاره، یعنی 10 برابر من حداقل هستش، یعنی 5 برابر که میتونم بگم حداقل هست، و کلا از لحاظ مالی هیچ گونه وابستگی نداره به من، اگه بخواد به من باشه هیچ گونه وابستگی به من نداره و خودش زندگی خودش کاملا تامین میکنه و از جای درآمدی. خب حالا بذار سوال سخت ازتون بکنم و لطفا دقت کنید، اگر من از ایشون بپرسم دو تا چیز خوب شما رو بهم بگن چی میگن؟ دو تا چیز خوب میگن که یکیش میتونه این باشه که من خیلی به قول معروف چیزی بگم برای ایشون، هم به ایشون اهمیت میدم، به ایشون احترام میذارم، دومین چیزم که خانواده یعنی چی نه نه سب کنیم من ازشون پرسم مقصود شما اهمیت میده و احترام میذاره یعنی چی، به من چی میگه؟ یعنی که میتونم بگم دو تا خوبی من برای ایشون، من هیچ وقت خیلی دوست داشتم همیشه این سوال از ایشون بکنم ولی هیچ وقت نتونستم. نه خب آخه بالاخره از حرفا میشه فهمید، ولی آخه داستانی که به شما اهمیت میدید و احترام میذارید چیه؟ چون ببینید برخی از اوقات آدم‌ها ممکنه به دلیل جدایی و داشتن فرزند یه احساس اینکه مورد قبول نیستن داشته باشن، ولی کسی کاملا اونا رو میپذیره، این رو به عنوان ارزش و احترام بذارن، برای خیلی محتوای مهمی نداره، این چیز خاصی نیست. تازه اگر من تعبیری که من ازش دارم، ولی به همین جد خواستم بگم به شما میگم یعنی چی برای شما ارزش و احترام قائله، من چی میگفتن ایشون در حدی که ایشون میشناسی؟ آخه شما این نشناستش که قرار نیست موضوع جدی بگیرید، شما باید بدونید احترام پاسخ ایشون به برخی از پرسش ها چه هست. فکر کنید چه جوابی؟ والا نمیتونم از خودم چیزی بسازم آقای دکتر. خب حالا پس کم میشناسید چون برید سراغ دومین هستی که برای شما قائلن. میتونم بگم فقط
شاید بگم نیستو پس شما خیلی کرینگ هستی. حالا همه همش دنبال همه، همش همونه. بله همش همونه. یعنی ایشون همش این است که یه پسری آمده که همسن و سال منه، به ماجرای ازدواج و جدایی و بعدا دختر 18 ساله من اهمیت نمیده، بلکه خوب و مهربون و مواظب و مراقبه، رعایت حال من رو میکنه، من رو مقدم میدونه و چنین شدن. خب این خیلی علایم خوبی نیست. اینا نوع رابطه خیلی میتونه. یک بار تو صحبتهایی با همینجوری با هم صحبت میکردیم، تو صحبتهاییشون راجب صحبت رابطه شد به من، چون ما رابطه ای که داریم این سوال دوم هم این بود، حالا پیش اومد من براتون توضیح دادم. چون که ما کلا با هم هست همیشه، هیچ گونه مثلا حالا روزای هفته از اونجایی که به کار هیچ کی صدمه نزنه یا روزای تعطیل هستیم، هیچ وقت ایشون منو چک نمیکنه، منم هیچ وقت ایشون رو چک نمیکنم. رابطه‌مون در حد خیلی خوبه، ولی آزار همدیگه رو نمیدیم اصلا. با اینکه من یه آدمی هم که دوست ندارم طبعا کسی آزارم بده، ایشون هم دقیقا مثل خود منه و ما کارهای زندگی شخصی خودمون رو داریم، نه کارهای غیر خلاف، غیر تعهدی. کار زندگی شخصی خودمون رو داریم، با هم هم رابطه خیلی خوبی داریم. یعنی هر وقت مثل کسای دیگه که من شنیدم توی تلویزیون رادیو میگن که همش منو چک میکنه، چرا نمیای، چرا میای، چرا اون کارو کردی، چرا این کارو نکردی، این چیزا بین ما نیست. اصلا در ضمن رابطه خودمون هم خیلی قوی هست. خب البته این میتونه مرتبط باشه مقدار به ویژگی روانی خوبتون، ولی یه احتمالی هم داره که خیلی اهمیت ندید. حالا بریم، چون شما ازدواج نکردید موضوع من، حالا بریم سراغ ای از شما بپرسم دو تا ای به شما چیه؟ من چی میگم؟ یکیش میگه شما برنامه های اولاکویزی هم نیست میدین، حالا این عیب نیست. نه حتما عیب بزرگیست، این اصلا یه گناه نابخش شدنیست که حداقل مجازات هم اعدامه جان. خب نه خیلیش، یکیش میگه شما خیلی میگه آقای اولاکویی همه جا هست با ما، یکی اینه. یکی هم این که عیب دیگر من اینه که ما و یه مقدار بازی های هفتگی دوره هم داریم، مثلا هفته یه روز دو روز. اصلا هیچ وقت شکایتیشون نکرده راجع به این قضیه که چرا میری دوره همی با دوستای خودمون داریم، هیچ وقت شکایتی نکرده. ولی شاید من فکر کنم این یه دونه چیز باشه که مثلا بگه شما این کارو. حالا سوال من، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ من یه خواهر دارم، دو سال از خودم بزرگتر. اوکی، ایشون چندمی هستن تو زندگی؟ ایشون سه تا خواهرن، ایشون آخریه. اوکی. ببینید، آیا مطمئنید که رابطه شما از یه طرف رابطه شما به عنوان مرد و پدر نیست در ارتباط با اون دو، و رابطه ایشون هم برخی از اوقات رابطه مادری نیست در ارتباط با شما؟ نمیگم همیشه، ولی نقش پدر رو شما برخی از اوقات ایفا میکنید و الا میشید پسرش. ایشون هم برخی از اوقات میگذاره که شما در ارتباط با خودش و دخترشون به عنوان پدر عمل کنید، برخی از اوقات وقتی دوتایی با هم هستید به عنوان پسر و مادر. چون من بوی اون رو از نوع نگاه و استدلال شما میتونم به نوعی به هر حال حس کنم. ببینید، از لحاظ پدری که شما میگین، من چون میگم به صحبت‌های شما خیلی دقیق گوش میکنم، اینا رو خودم دقت تو رابطه‌ام میکنم همیشه. چون من تو خونه ایشون که میرم، یعنی اون نقش رو دارم که خودم چون تو ذات خودم از کارهای خونه ایشون انجام بدم، کاری که در حد ایشون نیست، زنونه نیست، من انجام میدم. این کارو بکن، اونو بکن، اینا زنم کاری که در زنانه میتونن انجام بدن، تمیز بکن، اونو این کارو من تو خودم انجام میدم. یعنی اتوماتیکوار تو ذات من هست. بعد هفته دو روزم هفته دو روزم با دوستاتون میرید مثلا بازی میکنید، تو هرکر دارید؟ یعنی کودکیتون هم دارید؟ کودکی خودمون هم داریم. بله، هفته یه روز یا دو روز مثلا من دوست دارم به بازی پوکر خیلی علاقه دارم، میشینیم دوره هم میکنیم در حد نه در حد قمار، نه متوجه هستم، نه در حد، نه در حد روکم کردن هم دیگه، چون اون خودش چون مسئله اصلی و اساسی این بازی در حقیقت رقابتی است و یه بازی جدی فکری است. حد قمار پول آلوده نشه، نه قمار نیست، در حد واقعا رو کم کردن. یه دوستایی که دوره هم هستیم، با هم دوست هستیم، اونم در کنار هم داریم. این هستی دقیقا شما درستون، اون پدری رو من تو خونه ایشون دارم. در پسری هم در ارتباط با ایشون دارید؟ ایشون هم برخی از اوقات دوتایی میشن، دوتا خواهر میشن دختر شما، برخی از اوقات هم ایشون هر وقت لازم شده بشن. یه ذره مواظب اون نقش باشه، چون نقش میتونه خطرناک باشه.
یعنی اونو باید چک کنید، اگر دارید براش کاری بکنید. یعنی شما دست از پدری بردارید و ایشون دست از مادری. آقای دکتر، من خودم از بچگی، چون از وقتی که 12 سال 13 سالم بود مامانم پول به من میداد، میرفتم خرید خونه میکردم چون پدرم فوت کرده بود. یعنی این حقیق من فکر میکنم این با من بزرگ بله. نه خب حالا روشن شد دیگه، برای که من به اون دلیل پرسیدم رابطه شما با خواهر که کوچکتری رو اونقدر چیزی رو نشون نمیداد. ولی این یکی ماجرای مهمی است. نه شما در حقیقت یه دفعه شوهریتون رو کردی با مادرتون، یعنی یه جوری تنها پسر. بله بله. این که این نقش دوگانه رو داری. یا ببینید عزیز، شما این نقش دوگانه یه پدر و پسر رو ایفا میکنید در ارتباط با این خانم. این خانم هم با توجه به شرایط دختر 18 ساله‌ای که دارن این نقش دوگانه رو دارن. البته این که فرزند آخرن یه دونه بچه بیشتر ندارن نشوندهنده این است که یک کمی برخ از وقت احساس در یه زمینای کم میکنن و میذارن دیگری کنترل رو به دست بگیره. ولی اونجایی که ذره جدی بشه نمیدونم چه میکنید. به نظر من با یه کسی نمقداری هم اگر یه 2-3 ماه دیگه ادامه بده، اولا یه کمی وقت بذارید، چون بچه در کاره، اقلا 1 سال رو میخواید برای اینکه یه کمی تصمیم بگیرید. حالا یه سوال آخر بکنم، گرچه متأسفانه به پیام ها رسیدم و باید تموم کنم چون دوستان دیگه رو خطن. آیا درباره داشتن بچه شما با هم حرفی زدید، صحبتی کردید؟ بله، هر وضعیتی ایشون دوست داره بچه داشته، یعنی بچهش رو داره، ولی تو حرفای شوخی که به هم گفتیم، من تو خودم بچه دوست نداشتم از اول، ولی الان چون با ایشون هستم و مثلا میبینم رابطه با بچهش، خودم طبعا بدم نمیاد که بچه‌ها، ولی من وجود نمیشه. نه اون یه ذره مسئله است. حالا به یه مدتی ادامه بدید، 2-3 ماه اگر خواستین، ایشون هم دلشون خواست که به هم گوش نکنن، البته دلشون خواست بیان با هم بیان یه ذره بیان حرف بزنن. نه شوخی میکنم، از اون کسا مهم نیست، هر کسی مثلا در این باره برای خوشحالشم باید مواظب هم دیگه باشه. مرسی عزیز، خواهش من سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-207-0771. برندگی کاری، تجربه و کارنامه یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات است. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات، تماس بگیرید. سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم. شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم. 818-241-5196. لطفاً به برنامه جدید من ژیلا ودی همین سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. تلفن‌های جدید 310-659-5950. عضو صفر هشت. امشب می‌خوام با این آهنگ اینجا رو بزنه کنیم. ایدن بله، جمعه و شنبه شب ها در کافه رستوران بهار در گلندل شور و هیجانی به پاست با موزیک زنده، ارکستر اختصاصی و اجرای آهنگ های شاد به چند زبان بدون موزیک چارج. کافه رستوران بهار با منیوی کامل غذاهای ایرانی که همه کباب های خوش عطر آن را با کباب های داخل کشور مقایسه می کنند در خدمت شماست. این جمعه و شنبه به جای اینکه دوباره جلوی تلویزیون و برنامه های خسته کننده بنشینید، به کافه رستوران بهار در گلندل زنگ بزنید و جای خود را رزرو کنید. اگر به موسیقی جاز علاقه دارید، هر چهارشنبه در کافه رستوران بهار در گلندل از موسیقی جاز آمریکایی برزیلی با خواننده‌های بین‌المللی لذت ببرید. از 8 شب تا 12 نیم شب. 818-552-3500 818-552-3500 کافه رستوران بهار واقع در 738 نورت گلندل بولوارد شمال فریوی 134. 818-552-3500. رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تجربه بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست. شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام از شما دکتر. سلام بفرمایید. بینرز خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور بفرمایید. مشکلی داشتم داشتم خدمتتون مشورت بگیرم. توی یکی از سیدیاتون شما اشاره کردین به بعضی افرادی که تماس میگیرن بدون اینکه برنامه برای خودشون دست بکنن که تنها نباشن. من متاسفانه خاطرم نیست کدوم سیدی به شکل گزارا تو کدوم سیدی شما گوش کردم. ولی دقیقاً مشکلی بود که تو خودم الان میبینم و برام خیلی جالب بود. من حتی با دوستان که چندین ساعت بیرون هستم بعد که برمیگردم خونه از تنهایی خیلی رنج میبرم و میخواستم یه مشورتی در مورد این مثل تنها بودن و تنهایی بگیرم که اون خیلی آزارم میده. ببینید عزیز، من البته نمیدونم به چی اشاره میفرمایید، بلکه دو تا جنبه داره. یکی این که افرادی هستن که هیچ وقت نمیتونن دورورشون افرادی نباشن، زندگیشون از طریق بودن با دیگران، توجه با دیگرانی که مقدار شکل و فرم میگیره یا جهت و هدفی پیدا میکنه. بنابراین این افراد همیشه میخوان با کسی باشن، این توانایی بودن و ماندن با خود رو ندارن و مثلا اگر یه روز شنبه یک شنبهی که تعطیلن تلفن کردن به دوستشون که معمولا با هم میرفتن بیرون یا اون نتونست بیاد، حالا نفر دوم، سوم، چهارم، پنجم و ای بسا با کسی برن بیرون که اصلا دلشون نمیخواست انتخابشون باشه، ولی از اونجایی که به هر حال او هم ترجیح پیدا میکنه برای اینکه کسی دور برشون نباشه انتخابش کنه. این یه مفهوم تنهایی. یه مفهوم تنهایی این است که نه، من چون احساس میکنم خودم بدم، دیگران بدن، رابطه بده، زندگی بده، نمیخوام با کسی باشم. بنابراین این دوتا گرچه معمولا یه واژه برش به کار برده میشه، برای دومیست که این لغت تنهاییست. برای اولی میشه گفت که من توانایی اتفاقا تنها بودن رو ندارم، من با خودم نمیتونم ارتباط خوبی داشته باشم یا وسایل راحتی و یا سرگرمی و خوشحالی خودم رو فراهم کنم و همیشه به دیگری و بودن با دیگران به نوعی نه تنها مشتاقی بسا محتاجم. حالا من از صحبتتون بیشتر این رو میشنوم، ولی میخوام مطمئن بشم که شما از برچسب بگذرید، یعنی حال خودتون رو تو این زمینه‌ای که حالا واژه‌ای به حساب خودتون روش گذاشتید یا برچسب روش گذاشتید توصیف کنید. یعنی چی؟ شما چگونه فردی هستید؟ این اینجوری بیانش کنید. ببینید آقای دکتر، من دقیقا این کتمز رو کدوم دسته هستم رو نمیم شد چیز دو سه دسته باشم، ولی اگه اجازه بدین من یه توضیح کوچیک در مورد خودم حالا که سوال فرمودین بگم خدمتون. من بچه که بودم هیچ جا، نه تو مدرسه، نه تو خونه، تو بساب محله، بچه های دیگه هیچ باقا من رو تحویل نمی گرفتن. به چند دلیل، یکی این که خیلی اضافه وزن داشتم و همیشه هم تو بازی های دست جمعی به خصوص فوتبال یادم خوب نبودم و هیچ موقع به بازی گرفته نمیشدم، معمولا فرد نخودی بودم. خانوادم هم هیچ موقع با من مهربون نبودن. مادر بودم میخواستم طلا بگیرم. من الان 31 سالم، تو حتی سن 31 سالگی بعضی موقع بعد یه جوری مادرم یا خواهرم رو متقاعد کنم که مثلا با دختر خانمی که با من دوستن یه موقع بعد صحبت نکنن، که مثلا تو رابطه اخیرم مادرم به گونه غیر مستقیم به هم زدن. بنابراین همیشه متاسفانه دنبال این بودم که خودم به دیگران ثابت بکنم و خیلی هم رویا و فانتزی داشتم. تو همه فانتزی هم همیشه آدم خیلی خارق‌العاده‌ای بودم که خودشو به دیگران ثابت میکنه. الان چند سالیست تو خارج از کشور هستم، به دور از خانواده، حتی راحت ترم که اینطور از مادرم دور باشم، ولی بعضی موقعا که میام خونه احساس میکنم که تنهایی و ناراحتی آزارم میده. نکته آخری که دوست دارم خدمتتون عرض بکنم، با وجود اینکه دو تا دختر خانم الان هستن که خیلی علاقه دارن با من معاشرت بکنن و منم به حساب شرایطش رو واقعا دارم که علاقه مندم به کسی ارتباط داشته باشم و همه چیز این افرادم به نظر مناسب میاد، اما از این کار خودداری میکنم. تنها نکته‌ای که من توشون میبینم اینه که اونقدری که من میخوام زیبا و خوشتیپ نیستن. من همیشه برام سوال این بود که زیبایی و خوشتیپی جنس مخالف چقدر برای من اهمیت داره که من خیلی رو رد میکنم به خاطرش.
ببخشید اینا بحثات نه اتفاقا با هم مرتبطن عزیز. ببینید اینا ریشه هاش به یه چیز دیگه مرتبطن و اون با توجه به توضیحی که دادید برمیگرده به یه مقدار نه اعتماد به نفس. شما خیلی مشکل سلف کانفیدنس نداری، چون موضوع اعتماد به نفس یعنی من میدونم و میتونم که اعتماد به نفس مثبته و نمیدونم و نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم که میشه اعتماد به نفس منفی، چون همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، یه مثبت یه منفی. حالا مشکل شماست تو سلف استیم. شما اونجایی که خودتون رو باید خوب بدونید و خواستنی و دوست داشتنی بدونید مسئله دارید، و چون خودتون رو خوب نمیدونید و خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید، دو سه تا اشکال پیدا میشه. اولا در وجود شما دو چیز دیگه میشینه که مسئله تنهایی رو براتون مطرح کرده، یکی یه کمی خجالته و دوم نگرانی و وحشت. یعنی معمولا پایین بودن سلف استیم با خودش این دو تا مشکل رو داره. یه از یه طرف من خوب نیستم، خواستنی نیستم، از جانب دیگه از مردم یه مقدار نگرانم و میترسم، و از طرف دیگه احساس خجالت میکنم. حالا وقتی شما میرسه به عامل ازدواج، مورد خودتون فقط مثال میذارم، در اینجا شما یه فرصتی پیدا میکنید که نه که یه زن زیبا رو به خاطر خودتون، نمیگم اصلا نه، بیشتر به خاطر اون چی که دیگه حالا شما با این ازدواج ازتون یه چیزی کم نشه به حساب خودتون که البته اشتباهه، بلکه یه چیزی به شما اضافه کنه و زمینه خاطرتون آسوده باشه که حالا روی ایوای شما که البته خیلی کودکانه است و ای بسا آگاه هم نیست کسی دیگه ایب تازه‌ای نگذاره، و به همجاز که به اون ظاهر و زیبایی اهمیت میده، و البته این ظاهر و زیبایی اهمیت داره، اون چیزی که میتونه مسئله آفرین باشه نازیبا بودنه، چون زیبایی میتونه کمی عادی بشه ولی زشتی یا نازیبایی عادی نمیشه و عادت نمیشه بلکه بدتر میشه. بنابراین اگر این دوتا خانم فکر میکنید که خوبند ولی از اینا بهتر پیدا میشه، اون اشتباه شماست. اگر خوب نیستن ادامه رابطه بایشون اشتباه است، برای که مشکل پیدا میکنید. اما مسئله شما سلف استیم عزیز، ماجرای شما اینه، ولی چون در خودتون به دلیل اعتماد به نفس مثبتی دارید توانایی های میبینید، حاضر هستید برید جلو یه ذره با دودلی و تردید و نگرانی ولی کارتون رو بکنید. یعنی شما از اون کسانی نیستید که نرید بیرون، از کسانی نیستید برید بیرون حرف نزنید، میرید حرف میزنید ولی حساب شده و احتمالاً با یه مقدار هیجان، ولی بالاخره به اندازه یا حدتون یا نزدیک به حدتون درگیر میشید. اینجاست که نشون میده موضوع شما اصلا مسئله جدایی و تنهایی نیست، یعنی اصلا گرفتاری شما به اون ارتباطی نداره، مشکل شما حرمت نفسه. اصلا به نظر من مشکل مردم جهان حرمت نفسه، مخصوصا بعد از بین 3 تا 6 سالگی هم ماجرای گناه و تقصیر میاد میزنه همه چیزو خرابتر و بدتر میکنه. بنابراین اگر به من بگید از حرفای من چی تو متوجه شدی، من به شما میگم من از حرفای شما فهمیدم موضوع اصلی و اساسی شما سلف استیم و حرمت نفسه، و اگر روی اون کار بکنید و اون موضوع رو بهش توجه کنید مسائل حل. حالا در خصوص ازدواج داستان دیگری است، و بعدم در حال اینکه حالا درست است یا غلط من نمیدونم، یا احتمالا درصدش حتما باید باشه، مادر وارد این صحنه ها میشن، خودش نشون دهنده یه گرفتاری دیگر شماست که باز مشکل سلف استیمه. چون در سلف استیم عزیز، اولا ما میپذیریم که یه سلف وجود داره. یعنی چی؟ یعنی من منم و تو تو، و بنابراین همونطوری که پوست من منو از من از دیگران جدا میکنه و منو از دیگران فاصله میگذاره، شما اون پوست روانی رو باید داشته باشید. مادر یا پدر میتونن حرفی بزنن، مهم این است که ما به دلیل این پوست روانی به گونه‌ای که درسته عمل کنیم، چون جلو حرف اونها یا نظر و عقیده اونها رو نمیشه گرفت. ولی وقتی که او اینقدر اثر داره که به گفته شما رابطه ها رو خراب میکنه، نشون دهنده این است که شما مشکل سلف استیم دارید. بنابراین که من منم و تو تو نیست، مادر شما تن مادر شما نیست، در این حال یه جزی از وجود شما، شما یه جزی از وجود او هستید. بنابراین هم به او اجازه میدید، هم او به خودش اجازه تجاوز میده، هم بعدن شما از اون سپرها و مانعها استفاده نمیکنید، و بنابراین ایشون پابرهنه وارد زندگی شما میتونه بشه. من به اینکه نظرشون درست یا غلطه کاری ندارم، ولی اینا باز گره میخوره در اون. ولی که شما اگر به 10 تا اصلی که من برای سلف استیم قائلم توجه کنید، یکیش دقیقا همینه. یعنی مثلا این که من منم و تو تو، در جوامعی که سلف استیم پایینه
هیچ کس حرمتی نداره، هیچ کس خصوصیت و محرمیتی نداره. هر کی میتونه تو زندگی هر کس بره راجبش هر حرفی بزنه، تو اتاقش بره چیزاشو چک کنه، نگاه کنه، سوالایی بکنه که اون آدم اصلا دوست نداره ازش پرسیده بشه، انتظار پاسخ داشته باشه، نصیحت کنه، دخالت کنه، تجاوز کنه. خب اینا مال مشکل سلف استیم دیگه. یعنی روزی که من پوست ندارم، قلبم اینور افتاده، فرض کنید کبد و کلیم اون وری سرق، هر کس میتونه بردار فشارش بده. این همون چیزی است که بسیار از ما که سلف استیم نداریم، وجود ما دست دیگرانه. یه تلفن از ایران حال من اینجا به هم میزنه، یه چیزی که پشت سر من توی مهمونی گفته شده حال من به هم میزنه. چرا؟ برای که قلب من اونجا بوده که گرفته فشارش داده. در حالی که اگر من قلبم مال خودم باشه، در اختیار خودم باشه، در اختیار اون نیست. و اگر مواظبت و مراقبت از قلبم رو بپذیرم که اجازه نمیدم کسی فشارش بده. و اینا اون مسئله شماست. به همین جهت که حتی شما وقتی زن میخواید بگیرید، گوشه ذهنتون تنها این نیست که من این زن رو دوست دارم، میپذیرم و میپسندم. معنیش این است که دیگران چی فکر میکنن. یا خصوصا برای شما با توجه به حرفایی که زدید، نظر مثلا مادرم یا خواهرم چه خواهد بود. و اونا یه نقش مهم میدارن. یعنی من در حقیقت ملاک درست و غلط و خوب و بدم یه مقدار متر اوناست، نه متر خود من که اندازه میگیرم. متر مادر منی که دو برابر از حد عادی بلندتره و اونجاست که منو گرفتار میکنه. بنابراین مسئله اونجاست. حالا من عزیز به پیام ها رسیدم، به خلاصه اخبار. اگه مایل هستید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما اینا رو بشنویم. من در خدمتم. شنگ ارنجمن بعد از چند پیام به خلاصه اخبار با ما. من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484. اگر برای جلوگیری از فورکلوزر و جدال با بانک ها برای نگاه داشتن منزل خود به یاری نیاز دارید، همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به صحبت های مهم دکتر انوشه قاجار، وکیل مجرب از دفاتر حقوقی ادوکیت لا گروپس توجه فرمایید. شنبه 3 بعد از ظهر. هنوز رو کامپیوتری؟ خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت های مختلف سر زدم. 3 هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد. یا در خانه رو تو گرد جهان میگردی؟ برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه ها و وبسایت ها از پشت بسته. تو میتونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوسرای اروپایی، چاینا کابینت، سرهای آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه های برنز، مبلمان و صدها قلم اجلاس تزیینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید. عالی شد. ولی عجله کنم، مطمئن باش دست خالی در نمیگردید. داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-622-5200. 213-622-5200. عضو 08 ایرانیان. توجه فرمایید، بار دیگر ایلات مارکت ستاره طلای شهر قیمتها را میشکند. ریحان ایرانی 4 دسته 1 دلار، کاهوی ایرانی و خارجی 3 عدد 1 دلار، خیار ایرانی درجه 2 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند 1 دلار، پیاز 6 پوند 1 دلار، برنج گلدن کیلا 10 پوندی 12.99، روغن مازولای 96 آنسی هر عدد 7.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، گردو و پسته خام هر پوند 4.99، عطر چای تونینگ 7 آنسی 5.99، ماهی سفید بزرگ هر پوند 3.99، ماهیچه گاو گلد کاشر فامیلی سایز هر پوند 3.99، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق العاده ایلات مارکت در پیکو فقط به مدت 1 هفته. 310-659-70-70. 310-659-70-70. زمان انتخاب فرا رسیده و تصمیم بسیار آسان است. در Best Friends Pet Adoption Center صدها مورد برای انتخاب وجود دارد و شما برنده ای را انتخاب می کنید که دل شما را برده است. هر سگ و گربه ای که انتخاب کنید فقط با هزینه $20 و 12 سنت به منزل می برید. درست شنیدید. هر سگ و گربه تا قبل از 5 نوامبر فقط $20 و 12 سنت. از این موقعیت استثنایی تا قبل از 5 نوامبر استفاده کنید. همکنون با ما با شماره 818-643-3989 تماس بگیرید. تکرار میکنیم 818-643-3989 و یا برای اطلاعات بیشتر به وبسایت bestfriends.org/LA سری بزنید.
Radio Iran. Radio Iran. City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. گزارش از ایران هاکیست غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی شرایط اقتصادی کشور را نامطلوب خواند. مصباحی مقدم پیش بینی کرد با وضعیت فعلی از بودجه 164 هزار میلیارد تومانی سال جاری تنها 90 میلیارد تومان از این مبلغ تحقق یابد. وی همچنین صادرات روزانه نفت ایران را 1,030,000 بشکه اعلام کرده و گفته از پیش بینی ما 2,500,000 بشکه بود. این در حالی است که مقامات وزارت نفت گزارش‌های مربوط به کاهش حجم تولید و صادرات نفت را رد کرده و می‌گویند تولید نفت ایران همچنان 4 میلیون بشکه در روز است.
بر پایه ارزیابی نهادهای بین المللی ناظر بر صادرات نفت ایران، درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت حدود 5 میلیارد دلار در ماه کاهش یافته است. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست درباره اتهاماتی که در مورد بدرفتاری ماموران زندان اوین با زندانیان سیاسی زن مطرح شده تحقیقاتی را آغاز کنند. در بیانیه سازمان عفو بین الملل که امروز منتشر شد، با اشاره به اعتصاب غذای 9 زندانی سیاسی زن در زندان اوین آمده است که این افراد به خاطر استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی بیان و تجمع خود زندانی شدند و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. 9 تن از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به رفتار وحشیانه ماموران زندان با آنها و بازرسی پیوسته بدنی از 4 روز پیش دست به اعتصاب غذا زدند. در آمریکا جدیدترین گزارش‌ها درباره پیامدهای طوفان سندی هاکیست، تعداد تلفات این رویداد به بیش از 90 نفر افزایش یافته و 4 میلیون نفر در چند ایالت شرقی آمریکا همچنان فاقد نیروی برق هستند. به گزارش شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا، چند هزار پمپ بنزین در نیویورک و شهرهای طوفان زده نیوجرسی به علت عدم دسترسی به نیروی برق عملاً از کار افتاده و ده‌ها هزار تن از کسانی که در حال حاضر صرفاً می‌توانند از اتومبیل‌های خود برای رفت و آمد استفاده کنند، صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌هایی که همچنان فعالیت دارند تشکیل دادند. به گزارش شبکه ABC، گروه زیادی از مردم نیویورک و نیوجرسی اعتراض‌های شدیدی در این مورد ابراز کردند و این در حالی است که کمپانی‌های تولید کننده برق می‌گویند دست کم تا 2 روز دیگر تجدید کامل نیروی برق در این مناطق امکان پذیر نیست. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. برنامه ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. سلام عرض میکنم دکتر. سلام بفرمایید. بازم عرض میکنم خوشحالم میتونم با تو صحبت بکنم. من از تمام فرمایشات شما خیلی استفاده کردم، کاملا باش موافقم. فقط در مورد زیبایی جنس مخالف یه چیزی بوده که همیشه آزارم میده. دقیقا متوجه فرمایش نشدم. من واقعا جنس مخالف زیبا رو نمیخوام که به دیگران نشون بدم یا تاییدشون بگیرم. حتی گهگاه دیگران که میشنوم مثلا تمایلات فیزیکی یا جنسی دارن، به هیچ وجه برای من چنین چیزی نیست. یه نکته هم که همیشه توجهم رو جلب کرده، زیبایی طرف مقابل، کسی که به چشم من زیباست خیلی زود و سری که شما همیشه میگین نشانه خوبی نیست، منو جذب کنه، شاید حتی با یه نگاه یا یه روز معاشرت یا یه بار معاشرت. بنابراین اینو اگه بتونیم بهم کمک بکنیم، من نمیدونم آیا من باید بپذیرم که من یه آدمی هم که هر دختر خانمی با هر زیبایی و شمایل و تیپی رو نمیپسندم، پس باید حالا معاشرت کنم تا فرد مورد نظر پیدا بشه، یا اینکه نه باید خودم رو تغییر بدم و آدمی که همه چیز دیگه کلی مثلا حالا اون شرایط سر نه نه ببینید، هر چیز سر جای خودشه. نه ببینید، شما به من اینو بگید، اگر یک کسی بیاد شما رو کمی بشناسه و از امکاناتون با خبر باشه، اون خانم ها رو، اون 2 نفر یا بقیه رو وقتی بهشون نگاه میکنه، به نظر شما میرسه که احتمالا نزدیک به همید و به هم میخورید، یا اینکه فکر میکنه نه اینا خب با توجه به 100 تا یا 1000 تا ازدواجی که دیده یه تفاوت های آشکاری وجود داره؟ ببینید، من و شما نمیتونیم یه حد اقلایی بگذاریم یا یه انتظاراتی داشته باشیم که با واقعیت ها نخونه. این درست در مسیر عددیش اینه که من 500,000 دلار پول دارم دنبال خونه 1 میلیونی باشم. من با 500,000 دلار باید دنبال خونه های حدود 500,000 دلاری بگردم، و اگر اینا کوچیکن یا نمیدونم آدرسشون درست نیست، خب به خاطر 500,000 دلاره. 1 میلیون بده، همینو یه جایی با آدرس بهتر یا خونه بهتر پیدا میکنید، یا به جایی 2 تا اتاق
چهار تا اتاق پیدا میکنی. حرف من این است که چقدر فکر میکنید از نظر دیگران، نه دیگرانی که میخوان شما ازدواج کنید یا اونایی که نمیخوان ازدواج کنید تو این کار دخالت کنن، به طور متوسط مردم چجوری شما رو در این انتظار و نظر میبینن؟ از نظر خودتون معلومه، با کسی هم شاید صحبت نکردید، ولی کلا چون مثلا فرض بفرمایید بعد میگم خب دختر خوشگلیه، دختر زیباییه، دختر خوبیه، دختر جذابیه، دختر نمیدونم جوونیه، پس اینا بعد شما میگید نه. من نمیخوام بگم شما قرار است که هر چیزی رو که بقیه میگن اون رو به عنوان همون ملاک بپذیرید، ولی من و شما نمیتونید خیلی فاصله داشته باشیم از یک نظرگاه عمومی، و اونجاست که باز گفتم در اون مفهوم عددی خیلی راحت میشه فهمش. من دوستانی بودم اومدن من گفتن که من نتونستم ازدواج کنم، ولی بعد وقتی درباره زن و مرد این خواستم باشه ازدواج کنم، ما همچه کسی اصلا نداریم. به همتونست که حتی من به شوخی تکرار میکنم، به شوخی تو کنفرانس عشق و ازدواج معمولا میگم خانم آقای ما همینا رو داریم، البته دو تا لغتی که اینجا نمیخوام بگم، مثل خودتون یکی بگیرید برید دیگه، چرا بازی در آوردید؟ چرا یه چیزی میخواید که شدنی نیست؟ حتی ببینید در جوامع وقتی که حتی به صورت قاعده در اومده بوده، حتی در جامعه ایران، که دخترها با پسری ازدواج میکردند که از نظر لایه و طبقه اجتماعی از خودشون بالاتر باشه. حتی فرض این بوده که اگر پدر من بعد از 30 سال کار به اینجا رسیده، مثلا درآمد A رسیده، من که نمیخوام برم توی خونه ای که از A کمتر باشه، پس این پسری که همکنون من باشه ازدواج کنم که از پدر من 30 سال یا 25 سال کوچیک داره، باید همون وضعیت A رو داشته باشه. برای من یه لایه و یه طبقه دیگری است و اصلا یه نسل تفاوته. خب این سبب میشد که مردان طبقه پایین بدون زن بمونن و دختران طبقه بالا بدون شوهر، و مسائل و مشکلات خاص اجتماعی این دو گروه به وجود می آورد. همیشه هم در طول تاریخ به نوعی بوده، چون این قاعده تا حدود زیادی همه جا حاکم بوده. حالا شما بیاید فرض رو بر این بگیرید که مردا بیان از دخترانی بخوان خواستگاری کنن باشون ازدواج کنن که از خودشون بالاتر، خب یه مقدار دختران رده های پایین بدون شوهر میمونن و یه ده مردان طبقه بالا چون دختران هم سطح خودشون طبقه پایین تر گرفته اونا نخواهند داشت. میبستم که من صحبتتون رو قطع میکنم، من فهم شما رو کاملا درک میکنم، نه که من چشم ناپاکی داشته باشم. نه نه باشه رفت ازم میکنم، یعنی در دماد همسران دوستانم میخواستم بهتون بگم، میگم چشم بدی بهشون نظر میکنم، ولی بارها مثلا میدیدم میبینم که چرا ازشون خوشم میاد. یعنی میخوام بگم آدمایی که منو جذب میکنن واقعا در واقعیت وجود دارن، به دوستان منم خب به لحاظ مالی و همه چی با قابل مقایسه با من هستن. خلاص خب اگر هستن نصب و دیگه، اگر هستن پس انتظار شما عادیه. بنابراین این دو تا دختر خانم که از نظر استانداردهای شما کمترن، برای چی ادامه میدید؟ درسته، من فقط چون لایف استایلم به گونه تو خارج که روزی حدودا 10-12 ساعت سر کارم، خب با کامیونیتی دو جامعه ایرانی هم خیلی در ارتباط نیستم، خب آدمایی که برام پیش میاد خیلی محدودن، شاید در 5 سال گذشته 3-4 تا مورد. نه ببینید عزیز، این حرف آخرتون جز در شرایط اضطراری که اصلا کار درستی نیست. یعنی این حرف آخر شما دو تا پیام رو من میده، دو تا پیام هیچ گوشم خوب نیست. یکی متاسفانه از یه جهت شما حس و احساس ندارید و از طریق کار زیاد میخواید حس و احساس نکنید، دوم زن رو میخواید بگیری بذارید اونجا. یعنی چی من روزی 12 ساعت این روز کار میکنم؟ برای چی؟ نه ما اومدیم تو این دنیا کار بکنیم، ما اومدیم تو این دنیا دیدیم یه مقدار احتیاجاتی داریم، این احتیاجات باید برآورده بشه و خودمون رو تولید کنیم، بعد دیدیم اگر بریم علمش رو یاد بگیریم کار ساده تر میشه و وضع ما بهتر میشه، رفتیم مدرسه بعدم کار میکنیم. ما که نمیدیم که کار بکنیم، ما حمالیم، ما بایدیم که زندگی بکنیم. ببینید به همین جد است که 30 تا 50 ساعت کار این حد اکثر قابل قبول است که اون 30 ساعتش هم رازمه، برای که اگر ما تولید کننده نباشیم مسئله است. تولید کننده قصد نیست که تو بازار باشه، یه مادری که از بچه‌هاش مراقبت کنه در حدی که بچه‌ها احتیاج دارن، که صبح می‌ذاره چون بعد 8 ساعت بل میچرخه برای خودش، میگه منتظر بچه‌ام که غذا درست کنم یا خونه رو مرتب کنم. نه اون امیدوارم کسی را اذیت نکنم با این حرفا، با این وقت کم معمولا موجب سوء تفاهم میشه، و اصولا کار زیاد نشون دهنده که من می‌خوام جان رو حس و احساس نکنم، یعنی برمیگرده به اون ماجرایی که اصولا تو سلف استیم، در سلف استیم به دلیل اون وضعیت خجالت و وحشت من میخوام جهان رو حس و احساس نکنم. پس بنابراین شما میرید سراغ مسئله سمبولیک بیرونی بدونی که معنایی داشته باشه، و این خطرناک.
یعنی من یه جنبه ظاهر نمایشی رو میخوام درست بکنم و برم کنار. اینو شما همه گونه میتونید ببینید. به شکل و فرمای مختلف هم خودشو نشون میده. جهان رو حس و احساس نکنم، فقط بگیم آدمی که کار هر آدم ورکاری بخواد جهان رو حس و احساس نکنه. ببینید عزیز، با روزی که نخواستم جهان، من روزی که نخواستم زندگی رو و جهان رو حس و احساس بکنم، یا اعتیاد منفی پیدا میکنم، مثل مشروب مواد مخدر سیگاره، من میرم اونجا خودم رو کرخ میکنم. یکی میرم سراغ اعتیادهای مثبت، میرم سراغ درس، میرم سراغ کار، میرم سراغ مذهب. اون هم برای کرخ کردن وجوده، اون هم برای که من نمیخوام زندگی کنم. من برای چی باید روزی 12 ساعت کار بکنم؟ به چی کار بکنم؟ به من بگید در یه شرایط حساسه، شما دارید تز دکتراتون رو میگذرونید، میفهمم. به من بگید که مشکل خاص مالی پیدا شده، با روز 16 ساعت کار بکنم برای که مشکل و بحران رو بگذرونم، میفهمم. همونطور که آدم لازمه یه وقت دو شبانه روزم نخوابه، برای که ضرورت داره. ولی آدم عادی که نمیاد شبانه نخوابه، آدم عادی که نمیاد روزی 12 ساعت کار بکنه، برای چی؟ اینا علائم خوبی نیست. یعنی اینا دقیقاً برمیگرده به اون نگاهی که اول شما داشتید و من باش مخالفت کردم، که این ماجرای بی‌حسی و بی‌احساسی شما برمیخوره به اون نقبی که میتونه بزنه مسئله تنهایی. یعنی اونجا اینا یه ذره با هم گره میخورن. ما اعتیاد برای چی به وجود بیاره؟ اصلا آدم من هنوز یه آدم معتاد ندیدم که خجالتی نباشه. چرا؟ برای که بین 14 تا 36 ماهگی است که این احساس تو وجود من میشینه که من وجودم، حالا هر چیزم، قدم، شکلم، فرمم، صورتم، مادرم، پدرم، ماشینم، وضع مالیم، حتی برخی از اوقات اعتقاداتم، مذهبم، رنگ پوستم، باعث خجالت. نه اینکه هست، ولی من اینجوری فکر کنم در کودکی و اینو در بزرگسالی، مثلا بین 6 تا 12 سالگی تو مدرسه میتونم، حتی هر وقتی درسم هم خوبه، در جهت پذیرفته بودن میان بچه‌ها اون رو در خودم روش بدم، و اگر روش پیدا کرد اینجا من گرفتار میشم. پس من نمیخوام دنیا رو حس و احساس کنم، بلکه دردآوره. بنابراین موضوع شما جدیتر است، چون شما یه مقداری مسئله رو به یک اعتبار رشنالایز میکنید و دلیل تراشی ذهنی دارید. من اول شما رو با دلیل به یه مقدار با برخورد کردم، فرضم این بود که اینا دلایل شماست، it's a reason، بعدم رشنالیزیشنه، یه مقدارم intellectualize کردن موضوع است، یعنی موضوع رو به دنیای ذهنی بردنه. نه، شما باید بیاد دنیای واقعی. به همین جهت بود که اون مثال 500,000 دلار 1,000,000 موضوع اصلی منه، و بعدم این همه کوششی که شما الان برای ساختن زنی گفتم، یه شرایط استثنایی، فرصتهای خاص، طلایی، نیاز شدید، من اونو میتونم همیشه بفهمم، ولی خیلی متفاوت است تا اینکه این روال زندگی منه. کی میاد زن شما بشه که باید روزی 12 ساعت کار بکنیم؟ من به هر زنی بیاد به من بگیم خواهد با شما ازدواج کنه که شما هم 8 صبح میدید بیرون، میخواید 8 شب برگرد، میگم فراموشش کن. شما بعد از اون به درد نمیخواید، شما میشید کارخانه خواب، میرید کار، میاد خانه میخوابید، از همین چید کار خواب. من میخواستم شما سلام بدید، من استایل زندگی رو عوض کنم و معاشرتام بیشتر بکنم. من اصلا ببینید عزیز، من حرفم به شما خیلی مشابه، من اصلا بیشتر از روزی 8 ساعت کار رو درست نمیدونم. 8 ساعت کار، 8 ساعت نیاز خواب است و چیزای دقیقاً مربوط به 8 ساعت هم آزادی. ما باید زندگی کنیم عزیز، ما نمیدیم زنده بمونیم، ما نمیدیم کار بکنیم، ما نمیدیم کتابای کتابخونه رو بریزیم تو مغزمون. این معنی زندگی نمیشه. این که یه عمل مکانیکی است و آخرش هم پشیمانی است، آخرش هم ناقص الخلقه بودنه. و به همین جهت است که وقتی شما میبینید یه آدمی بسیار پرکار، من تو محیط علمی دانشگاهی فراوون دیدم، با خودشم معمولا به دلیل اون استراب و احساس بد وسواس هم میاره، اینه که یه درصد بالایی از استادان obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور، یه دشون یه ماجرای خودشیفتگی دارن، برای که تای وجودشون یه جایی در زندگی له شدن، حالا از یه چیز دیگه میخوان اون رو بپوشونن. یعنی مثل یه جوجه ایمونه که پاوشتن روش پاش شکسته، حالا پرش رو پهن میکنه که پای شکستش دیده نشه. خب در اینجا اینا رو میشناسید، و به همجه که شما به نظر من حالا ماجرای ازدواجتون اینا، چون خوشبختانه 31 سالتون فرصت دارید، خودتون گرفتار نکنید، ولی یه مقداری در جهت شناخت خودتون و تنظیم زندگی متعادل خودتون حرکت کنید،
درست مثل غذا عزیز. شما نمیتونید فقط بگید من این ویتامین و اون ویتامین میخوام، این چهار تا ویتامین نمیخورم. آدم نخوره میمیره. ما باید همه ویتامینا رو بخوریم. ما قراره یه بالانسی وجود داشته باشه تو زندگیمون. و این بالانس جنبه‌های مختلف و متفاوت زندگی است. بنابراین یه مقداری با آشنایی بیشتر با خودتون کوشش کنین مسائل حل کنین. من به پیام ها رسیدم. دوستانی هستن. خیلی خوشحالم که مشکلتون رو تمام کردید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. آیا تصادف کرده اید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت. مأموریت من تغییر دادن مسیر تاریخ از طریق صدایم می باشد. با استفاده از این قدرت فرهنگ ها را پیوند داده و ناسازگاری ها را رفع می کنم. کلمات من قدرت عظیم دارند. استفاده از آنها برای نجات دادن زندگی در بازسازی یک ملت برای من افتخار آمیز است. صدای شما پرقدرت است. استفاده از آن برای بازسازی یک ملت همچون ارتشی نیرومند است. به قدرت صدای خود پی ببرید. برای اطلاعات بیشتر به سایت goarmy.com/farsi مراجعه نمایید. My mission is to change the course of history with my voice. To use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more. کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید. 888-97-97-97-9. به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟ نه بابا، فقط مدت بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسی قشنگ و کوتاهمو بپوشم. رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بزرگی هیلز 310-855-71-71 و در رودلند هیلز 818-887-72-72. برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گردهمایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوش خوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. تشکرم، بفرمایید. یه سوالی داشتم خدمتتون. من در مورد ازدواج هست و در مورد ازدواج با دختر خارجی در واقع. من اگه مختصر بخوام بگم، خودم 31 سالمه که 22 سال و نیم آمریکا اومدم. از 2 سال پیش با دختر خانم آمریکایی دوست هست. نه نه ببخش، بر 22 سالگی آمدید یا 22 سال امریکایی؟
دو سال و نیم آمریکا هستم و دو ساله که دوست هستم. این دوستی با ترس و قصد ازدواج شروع نشد و من اصلا فرض ازدواج نداشتم، فقط فرض دوستی داشتم. ولی خب مدتیه که دارم، شاید یه ماهیه که دارم جدیدتر بهش فکر میکنم. یه سری نگرانی هایی دارم در مورد ازدواج با دختر خارجی و یه سری نگرانی هایی دارم. سب کنید. اول من بگید ایشون چند سالشه؟ ایشون یه سال از من کوچکتر. به من بفرمایید امریکاییست یا غیر امریکایی؟ امریکایی هست. به من بفرمایید که ایشون چی خونده چه میکنه؟ کار تو بیزن، یعنی توی شرکتی کار میکنن و اسوشیت دیگری دار. شما خودتون چی خوندید؟ من پزشکم. اینجا میخواید چی کار بکنی؟ بزیگم. از نظر مذهبی با هم چه تفاوتی داری؟ اختلافی نداریم، باستان که هر دو در وقت مستید. نه خب میدونم، ولی ریشه مذهبیتون که با هم متفاوته. بله ولی منظورتون دقیقا چیه؟ نه خب نه، اگر یکی کسی مسلمان زاده است، یکی دختریست مسیحی، به هر حال اون مسیحی است، شما مسلمانید. حالا اینکه باور دارید ندارید اون قصه دوم است، ولی زمینه و سواره خانواده است، ولی شما ندارید پدر و مادر و خواهر برادر رو ممکن داشته باشن، به هر حال خانواده است دیگه. من فقط خواستم مطمئن بشم، چون برخی از اوقات ممکنه دوستی که از مسیحی باشه اومده اینجا با یه دختر امریکایی مسیحی یا دختر مسلمانه، من به اون دلیل فقط پرسیدم. خب ایشون مسیحی در واقع میتونستن باشن، اعتقادی ندارم و من مسلمان. ایشون چند تا خواهر برادر داره؟ تک برادر. به من بفرمایید که از نظر روابط گذشتهشون چی میدونید؟ ازدواج نکردن و یک مورد جدید 10 سال پیش یک مورد نامزدی داشتن که خودم به هم خود من از چند ماه. خب وقت تو این 10 سال گذشته چه خبر بوده زندگی روابط؟ روابط داشتن، روابط مختلف، یعنی به قصد ازدواج با خیلی ها، یعنی شاید با موارد مختلفی دوست شده، بهش کدوم نتیجه نداشتن. شما چرا فکر کنید شما به قصد ازدواج دوست شده؟ خودشون اینطور میگن، یعنی تصمیم نهاییشون ازدواجه. ایشون با یه پسری که 6 ماه اومده امریکا با تصمیم نهایی ازدواج اومده تو رابطه با شما؟ بله خودش. آخه عزیز من، آخه اوکی، نه مره، من قابل قبول من بدنم. یه پسری 6 ماه اومده تو امریکا، تازه با امریکا، من دختر امریکایی به قصد ازدواج رفتم در این رابطه؟ اوکی. چون آخه این نمونه شما نمونه قبلیاش هم از برایشون، اینقدر اگر با نیت ازدواج رفته خب احتمالا شاید ازدواج میکرد، چون تو امریکا کار ازدواج خیلی ساده تر. حالا خودتون رو هم بفرمایید که موضوع و مسائل چه هست. الان یه مسئله این شخصی خودم دارم که من هیچ وقت تا قبل از این مسئله ازدواج جدی فکر نمی کردم. این اولین باریه که باش، یعنی مدتی دارم بهش فکر می‌کنم. من نگرانم که خب این مجدد هست که این که نمی‌دونم که چقدر. نه چرا شما با ازدواج مسئله داشتی؟ با ازدواج هیچ وقت مسئله نداشتم، با اینکه چه موردی برای ازدواج انتخاب بکنم مسئله داشتم. یعنی چی؟ یعنی موردی که با مشتاقانه بدون قید، یعنی با همه چی مناسب باشه، تو رو برم پیشتر مزه، بیشتر منتظر اون مورد مناسب بودم تا حالا. نه سب کنید عزیز، نه اون مورد با اون چیزی که گفتید فرق میکنه، این که با یک کس نیست دنبال ازدواج فرد مناسب رو پیدا نکرد. خب حالا من بفرمایید این آدم 3 تناسبی رو که این داشت هیچ دختر ایرانی نداشت کدام بود؟ بعد انگلیسیش خوب بود؟ به موردی که داشت میتونم یکیش رو بگم خدمتون که آدم خیلی صادقیه که استاد، یعنی راستگویی داره که خب یه مورد خیلی خوبه، نمیگم توی ایرانی نیست ولی خب توی ایشون هست و من خوشحالم که داره. و توش یه جور پایبندی و علاقه خاص که میبینم، خب دوستی ایجاد شده و احساس میکنم که به در واقع جدیه و میتونه پایبند میشه، قابل اعتماد در واقع توی رابطه. نه ببینید مسئله با مخلوط نه،
البته شما به نظر من تصمیمتون رو گرفتی در این صحبت می‌کنید، ولی اشکال نداره. ببینید عزیز، شما به من میگید چون من خیلی دوست داره من بهش علاقمند شم، یه مسئله است. ولی این که ایشون پایبندند، به چی پایبندند؟ یعنی این داستان پایبندی چه ارتباطی؟ یعنی شما از کجا به این نتیجه پایبندند؟ ایشون که چند تا رابطه داشتن تا به حال چگونه پایبندند؟ با تجربه دو سالی که داشتم میگم. یعنی چه تجربه ای داشتی؟ یعنی توی دو سال دیدم که خب مواردی پیش بوده که اختلافی پیش اومده یا مشکلی بوده، و باز دیدم که خب آدم نیستش که بذاره بره. یا اوکی دیگه چی؟ اگه از خوبیاش میخوام بگم یا نه، من میخواستم ببینم. آره میتونید بگید، من بگید خوبیاش چیه؟ این خوبیاش بود خب خصوصیت ظاهریش هم تا شاید نکرد نفر در اصلا داره خب تا هفته در شد در اصلا شاید من راضی میکنم و بیشتر صرفا همین، و بیشتر اون چیزه که نگران هم میکنه مسئله اختلاف سطح تحصیلیه و اینکه یه مثلا آدم ریزروی هست و دوستای زیادی نداره، حتی دوستای آمریکایی زیاد نداره، و توی جمعای دوستی که ما هستیم ساکت زیاد صحبت نمی کنه. اون مجبورم قطعتون کنم. آخه دکتر جان همش اذیت نشید، یه مقدار حرفاتون زد و نقیزه. یا آدم صادق صمیمی مشخصش و مهربون مشخصش این که راحت حرف میزنه، برای که خودشو خوب میدونه دیگران رو خوب میدونه، برای چی رزروه؟ رزرو یعنی من بدم، شما ها از من بدتر، پس من حرف نمیزنم که گرفتاری نشه. بچه تکه بلده که چگونه رول بازی کنه. شما پزشکی، رول شبه خدایی دارید، بنابراین شما رو ستایش میکنه، شما از اون بیش از همه خوشتون اومد. اونم یه دختر امریکایی 6 ماه بعد از ورودتون به امریکا، اونم با تجربه احتمالاً یه درصد بالایی متاسفانه دخترای دروغگوی ایران در ایران، چون اونجا دروغ پسرای ایران هم میارن، پسرای واسه بیشتر از دخترها دروغ میگن، مثلا دروغ در ایران اجتماعی شده. بنابراین شما پناه آوردید به یک کسی که صادق و صمیمی زره راحت‌تر با شما حرف میزنه، اون میتونم توجه شما رو جلب کنه. ولی ماجرا این است که شما یه چنین علاقه ای از یه خارجی در امریکا، از یه دختر امریکایی سابقه و تجربه شو نداشتید و هیجان مربوط به اونو دارید، زمینن شما تازه آمدید، یه کسی که بتونه یه کمی از تعادلی رو که شما برای زندگی احتیاج دارید بهتون بده، معلومه جلب توجهتون کنه. آدم بره یه جایی کسی شهر رو بلد باشه، آدمو به جهر کنه، اون معلومه آدم بهش توجه میکنه. ولی من در لس آنجلس احتیاج ندارم در تاثیر کسی قرار نمیگیرم که من این فرمون برای شهر بچرخونه یا خیابونا رو بلد باشه. حالا به من بفرمایید که گیر شما با این خانم، اشکال اول و اساسیتون چیه؟ نگرانیتون چیه؟ نگرانی اینه که اگر یه زمانی مسئله جدی بعد کار به ازدواج برسه، نگرانی اینه که یک مسئله اختلاف فرهنگی که اگرچه چندان حس نکردم توی این مدت. من میتونم داد بزنم؟ ببخشید؟ نگفتم میتونم داد. آخه قربونت عزیز، یه آدمی بیاد با یه پسر ایرانی، و چون که من تفاوت فرنگی هسته که، یعنی ایشون ایرانی هم هست یا از قرمه سبزی خوشش میاد؟ یعنی در واقع گارد دست کم نمیگیره، از ایراست اگر چیزی که اختلافی میبینه، یه تفاوت فرنگی میبینه، گارد نمیگیره نسبت بهش. خب آخه نمیگیره، ولی ایرانی نیست عزیز، یعنی اختلاف فرهنگی وجود داره، ایشون اختلاف رو عیب و ایراد نمیبینه. من منظورم اینه که این اختلاف فرهنگی چقدر میتونه مسئله ساز باشه در آینده، امکان نکردم. خیلی ساده است، شما برش دید برید یه جمع ایرانی کمه ایرانی حرف میزنم، فارسی حرف میزنم، اصلا من... جان اصلا میشه. خب پس میبینید اختلاف فرهنگی هست، قربونتون. شما از این دختر خوشتون میاد، من چه کارم؟ ولی من شما رو میبینم که این دوست خوب عزیز قبلی، من چون لطف کردی روی خط آمدید به خودم این اجازه رو میدم، دارید ذهن رو میسازید، یعنی خودتون رو دارید کوشش میکنید قانع و راضی کنید، برای که آدم مهربون خوبی هستید، برای که بستان به شما پزشکی میاد، برای که براتون اول
بیمار به عنوان انسان، بدن به عنوان مشکلش مطرحه. اینو دارید در ارتباط با این خانم هم به کار میبرید، یعنی شما در ایشون یه جوری مریض شما میشه و اینه که توجه شما رو خوب جلب کرده و شما رو پذیرفته و بعدم خب برای اونم هست. بعدم علاوه بر ماجرات، من سطح تحصیلات رو نمیگم ولی من نمیدونم توانایی های علمی و عقلی و هوشی شما در ارتباط با ایشون کجا قرار داره. چون ببینید عزیز، من چون متاسفانه این کم لطفی برخی از اوقات هست که بهش توجه نمی‌کنم، من برام مدرک مسئله نیست ولی فهم که مسئله، شعور که مسئله، مطالعه که مسئله، آگاهی که مسئله، علم که مسئله، با مدرک من کاری ندارم. ولی آیا ایشون در حد شما با مسائل علمی و مسائل اجتماعی یا به عنوان یه ایرانی که از ایران آمدید با مسائل سیاسی آشناست؟ خیر به خب. بنابراین به عنوان خیلی چیزا این دختر خانم میتونه خیلی خوب باشه، ولی برای اینکه شما بتونید روی حساب بلند مدت باز کنید من کاملا تردید دارم. بعدم کوششی که از جانب شما دیدن نشون دهنده میلتون به این است که این رو به یه سرانجامی برسونید و اشکالات و اختلافات رو به نظر من کم ببینید یا نادیده بگیرید. ولی من از آغازتون طریقه ارائه موضوعتون رو متوجهش بودم، به نظرم آمد که اذیت نشید. حتی اشارم کردم چون پنهان نمیتونم بکنم، شما میخواید درست بودن او رو به من هم به یه جوری نشون میدید، این که من کسیم، یعنی حالا که لطف کردی تلفن کردی، ولی من همه جاشو اشکال میبینم، همه جاشو. و به همین جهت هست که مایل هستم میذاره مواظب‌تر باشید. و بعدم به دلیل اینکه دو سال مونده و یه احساس، گفتم خوبی شما به شما یه احساس گناهی هم میده که مثلا من حالا چی کارش کنم، یعنی که منم دوست داره و من چطور مثلا میتونم اونو متوجه. ولی یادتون باشه زندگی زناشویی با رحم و ترحم هیچ ارتباطی نداره، حتی اگر این رو او بفهمه بیش از همه از شما میتونه بدش بیاد. حالا ممکنه برخی از اوقات مصلحت و منفعتش باشه. بعدم اون فرزند تک، بچهای تک یه ویژگی هایی داره. بعدم شما از دو تا فرهنگ متفاوت، دو تا زبان متفاوت، دو تا مذهب متفاوت و دو تا سطح علمی و آگاهی متفاوتید. فقط شما در اینجا اون چیزی رو که کم داشتید امریکایی بودنتون بوده و از آشنایی با زبان و فرهنگ، که این در حقیقت مترجم شما بوده و مکمل شما بوده. ولی آیا با متمم و مکمل آدم میتونه ازدواج کنه؟ نه، این دو باید دوگانه و دو طرفه باشه، اونم در موضوعهای موارد اساسی. اینکه به من میگید این رابطه چگونه است، میگم حتما احتیاج به یه دقتی داره و یه مقدار واقع بینی که ببینید این کار رو درسته یا نه. و فقط به صرف اینکه خوشتون میاد یا راحته یا فعلا مخصوصا در این ایامی که اینجایی تو تنها هستی تو برحال یه مراحل سختی رو دارید، اون میتونه یه ستونی برای یه مقدار موضوع شما باشه رو میفهمم و این خیلی عادیه. یعنی من چون خودم اینجا دانشگاه بودم، دانشجو بودم، درس خوندم، بسیاری از ایرانی ها بهترین طریقه یاد گرفتن زبان، بهترین طریقه ارتباط با جامعه امریکایی، بهترین طریقه شناخت و فرهنگ و حتی پر کردن خیلی از قسمت های خالی و خلاهای زندگیشون رو از طریق ایجاد ارتباط مثلا با دخترای امریکایی برقرار میکردن. ولی اینا با مفهوم ازدواج متفاوت بود، اینا بیشتر یک رومیت با یه مقدار مزایای بسیار بود برای یه دوران موقتی. یعنی این کاریست که من و شما ممکنه با یه اتوبوس یا با یه هتل میکنیم که میاییم ولی میدونیم میخواییم بریم. ولی این که آدم یه رفع تصمیم آدم بگیریم میخواد تو اتوبوس زندگی کنه و موضوع ماجرای دیگریست. به نظر من دقت کنید، یه بیشتر با یک کسی همین کنه که با من لطف کردی صحبت کنید، صحبت کنید که یه مقداری بیشتر از شما بدونه و بعدم تفاوت‌ها رو یه مقدار جدی بگیرید، برای که اینا همکنون میتونه جالب و جاذب باشه. من میشه عرض کردم اپوزیت اترک اند دن اترک، من خیلی چیزها رو اپوزیت میبینم و اون رو دلیل جذب میبینم، اون رو مخصوصا به دلیل ویژگی روانی شما به عنوان یه پزشک در ارتباط با اون میبینم، ولی احتمالا ثبات و قراری و دوامی نخواهد داشت. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خیلی لطف کردم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF and Associates با اجرای خانم فیت و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنین کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنین کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنین کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنین کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com. خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟ کی من؟ بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرم رو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید. خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید. فرار؟ آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشگوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟ ببخشید من متوجه نشدم. به حال در جواب سوالتون، من همیشه ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه ی برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله. جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟ آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن. خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر ادکلن میگیرم. پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو سفرش ایرانیان. در این دنیای جنگ‌زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم. برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424. If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com. استالاین تورز همین یک شنبه 33 دقیقه بعد از ظهر در 6:20 AM آغاز فصل جدید تورهای 2013 و تور فوق‌العاده نوروزی 1392، 323-785-6700 و 323-785-6701. You're listening to Radio Iran. Radio Iran. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. از ایران بفرمایید. سلام بفرمایید. روزتون بخیر. اول از همه تشکر میکنم از این وقتی که در خدمت ما ایرانی‌ها قرار میدین. انقدر دوستتون دارم که باور کنید، با توجه به این که انقدر این احساساتم زیاده که نمیدونم توی کلام چجوری بگنجونم که این احساساتم نسبت به شما لطف و محبته. همینقدر که 1:42 ماندی تا نوبتت بشه بسیار سپاسگزارم. بخش شما ساعت 3 روی خط بودید و از این بابت از صبر و حوصلتون سپاسگزارم، ولی من مایلم موضوعها رو بالاخره به یه جایی با دوستان برسونم.
این است که این دوستان خوب و عزیز رو من تا اینجا نگه داشتم، این که شما موندید در خدمتتون هستم. 13 دقیقه من فرصت دارم در خدمتتون جان. خواهش میکنم، متشکرم از شما دکتر. آقای دکتر یه سوالم این بود که راجع به تصمیم گیری برای زندگی آینده‌ام با توجه به شرایط فعلی که الان توش هستم. همیشه خودتون فرمودید که مهم این نیست که ما کجاییم، مهم اینه که در راه باشیم و از یک به دو و از دو به سه بریم. برای منم الان این مهمه، منتها نمیدونم امروز با توجه شرایطم چجوری تصمیم بگیرم. من صحبتم رو میکنم، نمیدونم حالا درست دارم شروع میکنم یا نه، منتها درست. شما چند سالتون عزیز؟ من از ایران تماس میگیرم، 27 سالمه. چی خوندی چه میکنی؟ من اگر اجازه میرسم بهش حتماً. من عمران خوندم. اوکی عزیز. من دوران مدرسم درسم خیلی خوب بود، جز دو سه تا شاگرد اول مدرسه بودم همیشه. سال دو سال آخر رو یعنی سال 11 هم قدیم رو در یک سال دیگه مونده درسم تموم بشه، من چه شرایطی قرار گرفتم با دوستانی که یکی از دوستان من فوق العاده وضع مالیشون فوق العاده خوب بود، ذهن من طوری با توجه به ناآگاهی و کمبانیه که اون موقع من داشتم، ذهن من طوری بود که تحت تاثیر قرار گرفتم. با توجه به اینکه مادرم یک معلم بود، پدرم کارگر، یه حقوق متوسطی رو داشتیم، این شرایط یعنی این زندگی رو که من داشتم توی خونه، این مغز من طوری طراحی شد که انگار از طریق کار مثلا کارمندی و اینا نمیتونیم ما حتما خیلی شرایط ایدئالی رو داشته باشیم که اون سن. بعد یکی از دوستانم فوق العاده بعض مالی خوب بود، این باعث شد که من درسم رو با توجه به اینکه درسم خیلی خوب بود اصلا شرایط ذهنی من عوض بشه، طوری که چه دو ماه سه ماه من اصلا تصمیم بگم که دیگه درس نخونم. وارد بازار شدم، یه مغازه گرفتم و صدام یاد اگر تو بله کاملا بعد یه مغازه اجاره کردم، بعد مالی پدرم تو اون شرایط رو به بهبود بود ولی با یه ورشکستگی مواجه شد. منم بعد از یک سال و نیم پشیمون شدم از اینکه درسم رو ول کردم، با توجه به پدرم هم شرایط مالی که مقداری به هم خورد، تصمیم گرفتم دوباره درسم رو بیام ادامه بدم. سه سال گذشت، بعد از این سه سال من به صورت غیر حضوری پیش دانشگاهی رو خوندم، فوق دیپلم قبول شدم توی رشته عمران. بعد از فوق دیپلم در اول علاقه داشتم به این رشته، یعنی فکر می‌کردم که علاقه دارم چون اطلاعاتم کم بود. دوره فوق دیپلم هم تموم شد، وارد کارشناسی که شدم برای لیسانس که دوباره کنکور دادم و قبول شدم، شرایط درسی یعنی عوض شد کلا. من درس به چیزایی شد که من دیگه حس کردم که این رشته اصلا رشته من نبود و از روز اول نباید میومدم. یعنی تمام اوقات من های دکتر در طول روز یکی از انگیزه های من برای گذراندن روز گوش دادم به صحبت های شماست، فوق العاده ازش درس رو میگم، لذت میبرم. این اصلا علاوه بر این که چیزی رو یاد میگیرم مثلا لذت بخشه. کم کم تو این دو سالی که به صحبت‌های شما مرتب گوش میدم روزی حداقل یک ساعت، کم کم به رشته روانشناسی علاقه من شدم. با توجه به اینکه کلن توی این 3-4 سال مطالعاتم توی دروس انسانی و رشته‌های انسانی بیشتر بود، یعنی کتابایی که میخوندم به نحوی با ادبیات یا تاریخ یا جامعه شناسی یا روانشناسی درگیر بوده. مسئله اینجاست که دکتر الان من به کارشناسی رسیدم، از 175 واحد حدودا 120 واحد رو پاس کردم، متوجه شدم به این رشته علاقه من نیستم. تقریبا دو سال این درس رو به طور معلق در اومده. یک سال و شاید یک سال پیش بود التهابات بازار ارز ایران رو متوجه شدم. پیش‌بینی این بود که دلار حداقل به 2000 تومان میرسه، وارد بازار ارز شدم. شرایط مالیم الان شرایط خوبی نیست، اون موقع هم نبود چون بابام اون چیزی که داشته بود رو باخته بود توی زندگی. وارد بازار ارز شدم، یک درآمدی رو که دوستانم تو این رشته که بودن وارد بازار کار این رشته میشدن، من درآمدی رو شاید دو برابر اینا کسب میکردم تو این یک ساله توی بازار ارز، ولی خب شغل کاذبیه.
حالا الان آقای دکتر تو شرایطی که هستم با توجه به این که پتانسیل شدید رو دارم برای درس خوندن، علاقه بسیار زیادی رو دارم برای درس خوندن، فکر میکنم اون چیزی که باید میشدم، یعنی تواناییام بوده، یعنی کانالیزه نشد تو اون مسیری که باید من میرفتم و به انحراف رفتم، حس میکنم من باید حداقل خیلی اوزان باید بهتر بلاد، حداقل تحصیلی از این بهتر میبود. الان چند تا راه جلومه که نمیدونم چی کار بکنم. یکی این که این رشته در تحصیلی که دارم رو تموم بکنم به هر شکلی که شده، مهندسیم رو بگیرم یا نه. دوم این که بلش کنم برم رشته روانشناسی که فوق‌العاده بهش علاقه دارم رو بخونم. منطقه نمیدونم که ایران آیا من چون فکر میکنم با شرط الانم فکر میکنم شاید تو دانشگاه آزاد قبول بشم، آیا برم بخونم یا نه. و مسئله سومی که چون توی ایران اوضاع و احوالی که فعلا توی ایران هست، منم چیزی ندارم توی ایران، تعلقی ندارم، نمیدونم اصلا داخل ایران بمونم یا اینکه من چون همیشه فکر میکنم چرا با این شرایطی که الان توی ایران هست، این التهاباتی که شما بهتر از من خیلی میدونید، فشارهای اقتصادی که هست، من هر چیزی شما حتی بازی کسی بشید، هر چه کسی که خیلی سخت تاجری که خیلی سرمایه داره یا منی که چیز ندارم، شما یه جنس رو بخرید بخواید بفروشید دوباره باید برید همونو به همون قیمتی که فروخته شاید بالاتر بخرید دوباره. نمیدونم به لحاظ بازار آزاد اصلا بمونم تو این کشور یا نمونم برم یه کشور دیگه. میگم هر سال همیشه میگم من چرا اصلا تو این کشور ما اینجا هستیم که با تمام این سیاستهایی که توی این مملکت ما داره انجام میشه، من بخوام با این موجا بخوام هی من برم بالا بیام پایین. نمیدونم امروز ایران بمونم نمونم، به مهاجرت کنم، روانشناسی بخونم نخونم، عمرانم رو ادامه بدم یا ندم، یا اینکه اصلا وارد بازار آزاد بشم. ببین عزیز، چون وقت کمی هست بذار من پرسشی بکنم. من بر اساس حرفایی که زدی مطمئن نیستم که کار آمدنت به خارج ساده باشه و بتونی یک هزینه های اولیه اینجا رو شاید یه نوعی داشته باشی و دومی که من نظرم برای مهاجرت فقط و فقط از طریق پناهندگی به امریکا بود. حالا اون با توجه به اطلاعات کمی که دارم، نه متوجهم، ولی اون کار طولانی است. علاوه نمیدونم زبان انگلیسی تو چقدر خوبه، در چه حدی هستی؟ در حدی هست که اگر وارد کشوری بشم کاملا نیاز اولیه‌ام رو داشتم. نه اونو متوجهم. نه ببین عزیز، نه صبر کن ببین، شما به نظر من با توجه به شرایط کنونی و مسائل سیاسی حاکم در دادن و گرفتن ویزا و مسئله پناهندگی و اینها که در حد کمیش من میدونم، این کار میتونه یه وقفه‌ای در حرکت تو به وجود بیاره. به من بگو اگر درست رو بخونی، البته مجبورم ازت خواهش کنم کوتاه باشه، اگر درست رو بخونی چه مدتی زمان احتیاج تا لیسانست رو یا کارشناسی تو بگیری؟ آقای دکتر من الان درسم چون به این رشته علاقه ندارم برای دفتر نمیدم نه نمیدم شما جواب هم بوده زمان زمانه تقریبا اگر بخوام با هر زد و بند چون این جوری بگم ببخشید با هر زد و بند شد یک سال و نیمه دیگه نهایت بتونم بگیرم. اوکی. به نظر من عزیز اگر واقعا علاقمند هستی به رشته روانشناسی دو تا کار رو همراه بکن. یکی اینکه برو ببین چه کار میتونی بکنی و حداقل تو این زمینه لیسانسی بگیر. مهم هم نیست که از کجا میگیری و توی مدت زبان انگلیسی تو هم درست کن که بعد برای ادامه تحصیل بتونی بیای اگر خواستی بیای. علاوه اصولا دانستن زبان انگلیسی به عنوان زبان در بسیاری از زمین‌ها زبان علمی یا بین المللی ارزش و اعتبار خودشو داره، یعنی زبان‌های دیگه ممکنه کمتر به کار بیاد ولی این حتما میاد یا جزء چند زبانی است که مهمه. من ترجیحم این است که شما، البته امیدوارم دور و بریات رو اذیت نکنی و امیدوارم این گفتگویی که داشتیم به مقدار زیادی با یه دقتی همراه باشه، نمیگم درست به من نگفتی، با دقت همراه باشه. من فکر میکنم بهتره که شما رشته تو عوض کنی، برای که اگر یه سال و نیم دو ساله شما اون رشته دیگر رو، چون شاید برخی از واحدهای تو رو بپذیرن یا به دلیل علاقه که داری بتونی سه ساله یا حتی سه سال نیم، یعنی با دو سال تفاوت لیسانست رو اونجا بگیری، بعد اگر درهای مناسبی در ایران باز شد برای ادامه فوق لیسانس و دکترات بری، اگر نه اونجا حالایی که یه مقداری زبانتو بهتر کردی، یه مقدارم شاید به فکر پسندازی برای حداقل از این حد یا آمادگی یا راحتی بیشتری بودی، بعدا میتونی کار ادامه بدی. من هیچ دلیلی برای 27 سالگیت نمیدم، چون 27 سالگی در حقیقت با توجه به راهی که آمدی اقلا چند سالی بیشتر
اگر از آغاز شروع کرده بودی متفاوت با این نبود. ولی ببین عزیز، آدم قرار شغلی را انتخاب کنه که دوست داره و علاقمند، تو باید مطمئن بشی که اهل این کار هستی. من اگر جای تو باشم اون ماجرای اون دانشگاه رو معلق نگه میدارم، کوشش میکنم ببینم چگونه میتونم وارد دانشگاه یا دانشگاه آزاد بشم، یه مقدار زیادی درس سخت و سنگین اساسی و پایه رو برمیدارم برای که بتونم خودم رو به نوعی امتحان کنم و ضمناً تو این زمینه فرصتی پیدا میکنی که با استادانی که بالاخره تو این رشته هستن، چون از فون تلفن قطع شد، استادانی که در این رشته هستن ارتباط بیشتری داشته باشی و ضمناً درباره حالات خودت و شرایط و وضعیت خودت با اونا گفتگویی بکنی و تصمیم قطعی و نهایی تو بگیری. شاید اگر بتونی یه 6 ماهی مرخصی از برحال یا اجازه توقف کارت یا تعلیق کارت رو از دانشگاه داشته باشی، اون دانشگاه رو آغاز کنی، اگر دیدی واقعا در عمل و در واقعیت هم از نظر خودت هم از نظر استادانی که دوربر تو هستن اون رشته رو برای تو مناسب میدونن، اگر خودت احساس کردید همون چیزی که به دنبالش هستی، باید حرکت کنی. ما در دنیایی هستیم که در حالتی که ناراضی باشیم 30 سال، در حالتی که راضی باشیم 50 سال میخوایم، دوست داریم درست کار بکنیم و بنابراین چه بهتر که رشته ای رو انتخاب کنیم که بهش علاقمندیم، که صبح که بیدار میشیم به خاطر کار احساس بدی نکنیم و وقتی که میخوایم راه بیفتیم فکر نکنیم میخوایم بریم رنج ببریم و درد بکشیم و وقت رو یه جوری بکشیم یا به هر حال احساس خوبی نداشته باشیم. به همین جهت که من بارها این نکته رو عرض کردم که اگر انسان شغلی رو انتخاب کنه که دوست داره و ضمناً اون حد اقلای استعداد و آمادگی رو داشته باشه و ضمناً اهل کار باشه، احتمالاً در طول عمرش رنجی نمیبره یا به یک اعتبار اگر کار رو رنج‌آور بدونیم کار نمیکنه، ولی درآمد و یا نتیجه های متفاوت و متنوع رو خواهد داشت، علاوه از نظر رشد و تکامل خودش هم قدم های اساسی رو برداشته. بنابراین با وجودی که انتخاب مشکلیه، ولی اگر قرار باشه با همین اطلاعات 10 دقیقه کوتاه من نظر بدم و امیدوارم فقط نظر من رو شنیده باشی، ولی هر جور که درسته عمل کنی، من ترجیحم این است که یه توقفی در کارت، یه 6 ماهی دانشگاه آزاد در رشته روانشناسی و بعد از اون یه تصمیم قطعی و نهایی. امیدوارم این تیکه از صحبت رو به هر حال از طریق بلاکوی آرکایو یا برنامه امشب بشنوی. من به پایان برنامه رسیدم، اجازه بدید که از شما خداحافظی کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد. بله نمیگم بهت، به این مفتی مفتی هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی. فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود. خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میهمان فضا رو. داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست، از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست. از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست. گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری. کیترینگ گلکاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفر زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و